های بچه ها، یکم زودتر شروع کردم، دیدم کافم سرد نشه. هم این که یه سری وسایل، من دیروز داشتم کمدم و یکی از کمدام رو تمیز میکردم، یه سری وسایل تحریر، نمیدونم دفتر رو، نمیدونم یه سری چیزا پیدا کردم دیگه، دفتر رو، سیمی، اینا دیدم خیلی وقت اینا رو استفاده نکردم. ما اینجا یه سایتی داریم به اسم کلاین انسایگه، یا این اطلاعات چس چی اطلاعیه های کوچیک. بعد من اونجا سریع عکس گرفتم گذاشتم، بعد یه دو نفری گفتم ما اینا رو میخوام، یکی که چند نفر گفتن، البته فکر کنم دقیق باید نگاه کنم، یکی گفته بود که براش نوشتم که بیاد ببره، بعد گفتم شاید اون زودتر بیاد، منم یکم لایوم و زودتر شروع کنم. بعد دلیل اینم بهتون میگم که چرا حرف میزنیم دیگه. حالا با هم خب یکم عوض سیب بخورم. خواستگار خامنه ای، آره خواستگاری کرده بود. زود بیدار شدی؟ آره زود بیدار شدم، ولی خب دیگه اون کسی که میخواست بیاد نار ببره زودتر میخواست، از اون موقع زودتر بیدار نشدم. من نمیدونم خامنه ای مرده یا نه، ولی خب من فکر میکنم حتما باید یه خبری میداد. نمیشه که یه رهبر مملکتی حرف نزنه توی همچین شرایطی. خب این رژیمی مثل همه سیستم های مختلفی تا بنیانش رو دروغه، روی حفظ مصالحشه. خب برای همین امکان این که اتفاقی هم افتاده باشه توی این شرایط نگه هست، ولی من هیچ نمیدونم. کافر بی قید سالادت کو، امروز میخوام پرتقال بخورم. سالاد نه تبش دارم و اینا رو بزنم یکم، اول کفر رو بخورم که گرمم بشه یکم هم از این. خب گوجه خیار نداری؟ نه اصلا شایعه باشه نباشه، ببین در سری چیزایی که به هر حال دسترسی ما نداریم دیگه بهش. من فقط میگم چطور میشه که یه کسی که رهبر مملکت در یه همچین شرایطی حرفی نزن. این خیلی جای تعجبه و این همین مسئله شایعه رو دامن میزن. خیلی از بچه ها گفتن اینترنت نداریم، برای همین یکم زودتر شروع کن. منم تا بیدار بشم و رفتم دوش گرفتم و نمیدونم وقتی دوش میگیرم همون رو باید حتما تمیز کنم وگرنه خشک نشه، یعنی آبش رو میگیرم. خب با خودم گفتم این همه حرفایی که در رابطه با من و نمیدونم کسای مختلف و این یه ذره، خب خودم هم یکم دچار بحران فکری شدم و اینو بگم بهتون یه ذره میرم بگم. به هر حال به این نتیجه رسیدم بیام با شما که صحبت میکنم توی لایو که صحبت میکنم، چون هر چیزی هست از درون خودم میره بیرون و بعد سوالات شما باعث میشه که یه سری چیزایی از درون من بیشتر به بیرون پرتاب بشه.
چه انقلاب کردید نسل ما بدبخت شده؟ چه خلوت لایبت آره؟ بچه ها خب دیگه یه دلیلش اینه که دلیل هستش اینه که اینترنت همه ندارن. یه فرید امروز اومده بعد از یه هفته اومده میگه یه هفته بود خبری ازش نبود. خونه آگنس که بودم از برادرش خبری نداشت یه هفته شد. بچه ها اونایی که تونسته بودم با فیلتر شکن های مختلف و اینا، خود همینم ضعف رژیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی من در اختیار دیگران این امکانات رو قرار نمیدم که نتونن بر علیه من کاری بکنن. خب این نشون میده که ضعف داره دیگه. کسی متوسل میشه به زور و تهاجم و خشونت و اینا، البته در این دنیا رژیمی نداریم که ارتش نداشته باشه، حکومتی نداریم که ارتش نداشته باشه. عاشق صحبت کردن شون هستم. خودم خیلی هستم. سیبو با کافه میخوری؟ آره کافه با چای. بذاری یادم انداخته چای این چای نعناس. من خیلی از بچه ها از من یاد گرفتن، البته منم از نمیدونم از کجا یاد گرفتم یا شایدم همینطوری ابتکاری. خیلی دوست دارن الان به جای اینکه مثلا چای و اینا رو با سیب میخورن. اتفاق در اینکم ها دوستان چند وقت روز پیش رفتم این عینک فروشی، گفتم میخوام بیام یه عینک سفارش بدم. حالا من وقتی یه کاری رو بکنم، خیلی همین که رفتم تا اونجا خودش یه قدم. چرا بیحالی؟ چراشو شاید تو این لایف پیدا کنیم. حکومت که صدای مردم رو سرکوب کنه باید سرنگون بشه. خب باید سرنگونش بکنه. گلوم صدا میده؟ نه این صدای میکروفون انقدر چیزه، اصلا قورتم میدم صداش میاد. من بعدا رفتم خودم لایوا رو گوش دادم، گفتم ای چقدر جالبه. نونا خیلی خوبیه. آخه یکی از بچه ها نوشته یادت میاد همه توی لایبت حامله می شدن؟ آره از دیدن زیبا. تو چی میگی آخرش چی میشه؟ من دارم میگم، من میگم این حرکت ها خیلی خوبه،
خیلی خوبه، یعنی نه اینکه مردم و من بگم که بلنشید برید این کارو بکنه. البته کسایی که حجابشون رو برمیدارن خیلی کارا خوبی میکنن، مثلا فرض کن بدون حجاب این خواننده بود، نه بازیگر کتایون ریاهی یا فاطمه معتمدار یا من اینا، حالا من اینا رو پستاشو پیدا کنم، پست چیز عکساشون رو پیدا کنم پست میکنم. اینا کار جالبی کرد، یعنی این طرف رفته خوب که من حق منه که برای حق پوشش از حق پوشش دفاع میکنم. یا این اعتصابات هم اینکه یه دفعه تو مدرسه شما فکر کنین بچه ها برن رو سریاشون رو بردارن، خیلی قشنگ، خیلی عالی میشه، خیلی عالی میشه. اینا هرچی هست من میگم این حرکت یه تکون بزرگی به مناسبات جامعه داد، مثلا بفهمن که مثلا در رابطه با از کجاست این سرکوب ها، از کجاست این اعتقادات، از کجاست این این همه کسایی که ماهایی که دفاع میکنیم از اعتقاد. ببینیم که خب نتیجه عملیش همینه دیگه. من به اینش فکر میکنم، وگرنه به این که این رژیم سرنگون بشه یه رژیم دیگه ای بیاد فلان، من نبر نه جایگزی، من با اپوزیسیون ها با هیچ کدوم با از اپوزیسیون ها نیستم، هیچ کدوم. شعارهای اینا رو هم تکرار نمی کنم. ولی این حرکت های خودجوش مردمی که مثلا دختری بلند میشه بدون روسری میره، یا مثلا یه همچین حرکت هایی که اصلا کاری که من نترسن از اینکه کارشون از دست میدن، چقدر آدم ها سر اینکه کارشون از دست ندادن باج دادن، یه موقعیتی رو بگیره باج داده. این بچه گلپر با نعنا، طرف بگه بابا یه بار اصلا بیرونم بکنم چی میخواد بشه. بحثای زیادی تو خانواده ها پیش اومده، پدر مادرهایی که به خاطر مناسبت ها دخترهای خودشون رو سرکوب میکردن به خاطر نمیدونم اینا الان اون بحثا مهمه، اون اتفاقاتی که تو اتاق توی خونه پیش اومده مهمه. هر چی باشه زنگ قورت بدم، به آگاهی و فرهنگ گفتگو و رشد جامعه کمک میکنه. خیلی ها همین مسئله رو الان میگم شما چرا انقلاب که اصلا انقلاب و خیزش در هر جامعه در هر مقطعی بوده، این سوال خیلی مثلا کوتاه نظرانه است که مثلا بگه شما چرا سال 57 انقلاب کردی. بابا اون موقع مردم از یه سری چیزایی به جونشون به لبشون رسیده بود دیگه، جونشون به لبشون رسیده بود. شما که تو اون موقع نبودید که، مسئله حجاب نبود ولی مسئله یه سری چیزای دیگه بود. شما یه دونه کتابو نمیتونستی، یه کتاب انقدر سواک و نمیدونم شکنجه و نمیدونم چی سر یه کتاب مرباست.
بحث در مورد اون زمان، کسی که میخواد تاریخ رو نگاه کنه تو یکی از اونایی. من یکی از اونام که بلند شدم مبارزه کردم دیگه زمانه، اگه منظورت اونم. بله مبارزه کردم برای سرنگونی هر دو رژیم. بعدم فهمیدم که بشنم سر جام و به خیلی کارهای مهمتر برسم که اون، و الانم معتقدم این حرکت به اون فرهنگ گفتگو، به اون فرهنگ رشد مردم کمک میکنه. کما اینکه انقلاب سال 57 اصلا ببینید مردم خیلی مذهبی بودن، با وجود اینکه زمان شاه بود آخو، ولی اعتقاداتی که داشتن هنوز بود دیگه. خمینی اینو اومدن سر کار چرا قبولش کردم؟ مردم این زمینش رو داشتن دیگه. باید در یه مرحله ای یه همچین دین بیاد ماهیت و خوش نشون بده. چرا طالبان از مثلا فرض کنید که آرژانتین نمیاد؟ چرا طالبان از آرژانتین نمیاد؟ و زمینش تو خود جامعه ما هست دیگه. شما این دوستای افغان ما رو برید نگاه کنید، سر اینکه یه دونه تصویر خودش رو بخواد بیاد، دیدی فرح که انقدر حال اومده بود، چه بلای سرش اومد، از کجا اومد؟ وای وای دیگه، تو این هم از سر نزدیکانش دیگه. همه مردم رو مقصر میدونن، مردم 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 آخه. خب حالا این جنبش ها به همین مسئله کمک میکنه. افتاد سمه همین مسئله خیلی کمک میکنه که تو خونه حرفایی که دختر نمیتونست به باباش بزنه، به فامیلش بزنه، اتفاقای مختلف باعث فرافکنی میشه. مثلا ما میمدیم تو خونه، من بعد از این جریانات بود تونستم تو خونمون خیلی حرفا رو بزنم دیگه. یه بار که یکی زندان میره، اصلا زندان رفتم برای ما وحشتناک بود. یعنی اونم یه دختر بره کمیته، بره بیاد، آی حالا چه بلایی سرش آورد، حالا بیا ثابت کن که مثلا فرض کن به این آدم تجاوز نشده. مثلا و این تابو میشکنه دیگه. الان چند هزار نفر دستگیر شدن، نمیتونم که همه رو نگه دارم. میاد بیرون تو خونه، خانواده، فامیل، کلی حرف میشه، برخورد میشه، مناسبات میره جلو، به هم مناسبات میشکنه. وقتی میری مثلا میگی که من رفتم تو زندان 10 نفر دیگر رو دیدم، این آدمی که میره تو زندان میاد بیرون دیگه اون آدم قبلی نیست. برای همین خیلی تغییر میکنن، جامعه اصلا زیر و رو میشه و این زیر و رو شدن مهمه. آخرش ممکنه بدتر هم بشه ها، ظاهرا بدتر بشه، ظاهرا مثلا حتی یه رژیمی بیاد
مثل خمینی، بعدا بگید بدتر از مثلا شاهم بشه. ولی مردمی که قبل از زمان شاه بودن با مردمی که قبل بعد از زمان شاه بودن یه آدم های دیگه ای بودن. شما تو پروسه رو باید نگاه بکنیم و میبینیم و اینترنت الان بزرگترین خدمت رو کرده. مردم اصلا نمیدونستن همجنسگرا چیه، مردم نمیدونستن اصلا میشه در رابطه با مسائل سکسی حرف زد، مردم نمیدونستن اصلا میشه در رابطه با اصلا طلاق، طلاق یه چیزیه عادی شده. خب اینا یه فرهنگ بالا رفته دیگه. زنان اومدن تو اجتماع جمهوری اسلامی به خاطر اینکه حتی ناخودآگاه به زنا خیلی کمک کرد به قدرت گرفتن زنا. اومد زنا رو، من یادم دانشگاه بودیم، اومدن گفتن یکی از دانشجوهای ما خیلی دوست داشت که دکتر چیز بشه، دکتر زنان بشه. اومدن دکتر زنان رو برای مردم ممنوع کردن، گفتن نه، دکتر زنان فقط باید از زنان باشه. خب این باعث شد چی؟ زنها بیشتر بیان دیگه تو این ریشه رشته، چون باید فقط زنها میمدن. یه سری کارها برای زنها شد که چون میخواستن برای قشر زنها، زنها رو بیشتر اینوالف کردن تو اجتماع. زنهایی که من رفته بودم درگز سال 2008 که رفته بودم در گست کرم خونه آقای عربی اینا خواستم برم، اصلا دیدم همه فروشگاه ها زن ها، چقدر زن ها توی فروشگاه هن، تو کار هن، تو نمیدم انواع اقسام کارا رو دارن میکنم. چقدر آدم ها رفتن دانشگاه به خاطر اینکه نمیدونم سهمیه، نمیدونم شهیده، سهمیه شهید از کجا بوده؟ سهمیه شهید از قشر پایه میمد دیگه، یه سریشون اکثرشون از اونجا بودن دیگه. خب این سهمیه شهید باعث شد همون روستایی، همون نمیدونم اصلا تو دانشگاه ما یه سری کسای اون موقع اومده بودن. خب ما قبولی سال 57، من قبولی قبل از انقلاب بودم دیگه، من سال 57 قبل پزشکی قبول میشم. بعد حالا کار ندارم که 10 سال فاصله میفته بین درس من به خاطر زندان رفتنم، البته همش برای من خوب بوده ها. وقتی نگاه میکنم میبینم تمام این اتفاقات این مرحله‌ای که زینب شدم، باید جامعه ما یه مرحله از مذهبی شدن ها رو، قدرت مذهب رو میدید. من تا زینب نمی شدم نمی تونستم ماهیت از اسلام برگردم، باید می رفتم تا تهش تا برگردم، وگرنه مثل مامانم من الانم علی علی حسین 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 نمی دونم چی رو سری خوش شده، از همون اول تا الان شعله زرد نمی دونم محرمشو می پزه. بابا یه بار برو تا ته دین بشناسش بعد بیا بیرون. و جمهوری اسلامی برای ما ته دین بود، طالبان ته دین سنی، ایران ته دین شیعه. بفرمایید دنیا، این است اسلام. بذارید ببینم دیگه. بذارید ببینم. الان ما چی؟ چطوری باید برگردیم؟ به چی؟
اصلا جهان، یا منظورتون برگردید به اون زمان، زمان که بر نمیگه. شما مگه به دوره کودکی خودتون بر میگردید؟ بر نمیگرد. میتونید از دوره کودکی خودتون یک برشی بردارید و یا اونجا نگاه کنید، بررسیش بکنید، ولی به دوره کودکیتون که بر نمیگرد. ولی دوره کودکی شما توی شما هست و شما رو متحول کرده. داری طرفداری میکنی؟ من هم طرفداری میکنم، هم مخالفت میکنم. من به هیچ جریانی معتقد نیستم. من خودم رو قبول دارم. برای همین اسلام به من خیلی چیزا داد. خیلی چیزا از اسلام گرفتم. شما زنها، قبل یه چیزی بگم در رابطه با این، حالا اینکه میگه طرف داری، قبل از انقلاب من یک نمونم یادم نیست که یک مورد کسی مهریش رو اجرا گذاشته باشه. اصلا این شعار مردم بود تو بین کی مهریه رو داده کی گرفته، کی مهریه رو داده کی گرفته. بعد از انقلاب زنها دیدن 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 آقا فهمیدن که خب حالا که ما باید تمکین کنیم، حالا که باید فلان کنیم، من میتونم یه مهریه رو، کی مهریه رو داده کی مهریه رو گرفته شروع شد. خب یعنی چی؟ شما یک حقیقت از اسلام رو عملیش کردید. چند نفر رفتن مهریه گرفتن؟ چند نفر رفتن؟ اولا مردا، اولا میمدن میگفتن که خب دیگه بابا کی مهریه داده کی مهریه رو گرفته، طبق اون چیزی که بهشون یاد داده بودن. بعد چی میشه؟ توی به اندازه تاریخ تولدت سکه 1368 مثلا، به اندازه نمیدونم چیه فلان سکه. بعد از یه مدت یه دفعه فهمید بابا این حرفی که من زدم میتونه اجرا بشه. کی اینو یاد داد که اجرا بکنم؟ کی اینو یاد داد؟ یک نمونه از قبل از انقلاب من هیچ وقت شاهد نبودم به شما که یه کسی بیاد، اصلا مسخره بود، یه چیز فرمالیته بود. مثل همین که مثلا شاه میرفت اسمشو گذاشته بود رضا، اسم پسرش هم گذاشته بود رضا، خودش ضد دین بود و هر فسادی بگید توی این مرد بوده. و میرفت امام رضا میشد، یه چیز فرمالیته دیگه، یه چیز فرمالیته. مردم بعد از انقلاب بودن نفقه چیه؟ مهریه چیه؟ زن و مهریه رو به اجرا گذاشتن، قدرت من شده. البته وقتی آدم یه ذره میگذره بعد از یه مرحله تازه میفهمه که بابا از اینم باید بگذری، از مسئله ازدواجم باید بگذری، از مسئله مهریه هم باید بگذری. ولی آفرین، جمهوری اسلامی به زنها این قدرت رو داد مهریه هاشون رو به اجرا بزنن، پدر مردا رو در بیارن. و جمهوری آقایون مسلمونا و آقایون رژیم هم زندانهایی درست کردن برای بخش مهریه، برای بخش مهریه. مردم یاد گرفتن، پسر رو یاد گرفتن. چقدر مورد من داشتم که یک ماه، یک هفته، دو هفته بعد از ازدواج طلاق. زنه سری منتظر بود، یکی اومد تو مطب به من، قزوین بودم، خیلی جالبه،
دختر اومد گفتش که یه ذره شرحال داشتم میگرفتم، گفتم ازدواج کردی؟ گفت نه میخوام ازدواج کنم، من بیشتر دوست دارم با پیرمردا باشم، با سنای بالا باشم، برام خرج کنم فلان. گفتم خب پس با کی میخوای؟ گفت با این احمق. گوشیشو نشون داد، دیدم سیف کرده احمق، اون کسی که میخواد. گفت میخوام ازدواج کنم بعد طلاق بگیرم. صبر کن، بذار نگاه کردم. گفتم رژیم، اسلام، کاشتی، درو کاشتی، درو کن حالا. درو کرد. زنها تو عرصه‌های مختلف، تو مسائل مختلف قوی تر. آقا سهمیه شهیدایی که اصلا تو ده اصلا باید میرفت فقط ازدواج میکرد، نمیدونم بچه می آورد، الان داره تشویق میکنه بچه بیارید بچه بیارید، وام فلان وام فلان. چرا داره تشویق میکنه؟ چرا داره تشویق میکنه؟ چون مردم آگاه شدن. حالا داره هی وام میده، وام 100 میلیونی از بچه سوم به بعد، وام فلان به تشویق میکنه دیگه. تو دهات، تو این جاهای دور افتاده باید میرفت طرف مثلا یه دونه بچه هم می آورد، بق 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 بق، زن دومم ترمول که زن سوم. حالا همونا شدن سهمیه شهید، سهمیه جانبازان، سهمیه فلان. اومدن تو دانشگاه. اون زمان که من رفته بودم گفتم وای چقدر اینو فرق کرده با زمان پس سال 57 که ما اومده بودیم، 10 سال تفاوت شده بود دیگه. بعد چادرایی که داشتن، مثلا تیپشون، بوهاشون، نمیدونم برنامه، ولی همونا یکی دو هی هم رد میشدن، تنبل بودن دیگه، سهمیه‌ای بودن دیگه، رد شدن رد شدن، هی امتحان دادن قبول شدن، اینا شدن دکتر، مهندس، فلان، و تو جامعه تغییر کردن. بعد چیه؟ اصلا ضد رژیمم شدم بعد از این ماه. خب میومد یاد میگرفت دیگه، یه ذره اول چادری بود، دو ذره اول اینجوری بود، یه ذره فلان میکرد، جمهوری اسلامی، جمهوری، بعد از دختری یاد میگرفت، میرفت پسره رو میدید، بیدید عاشق پسره میشد، میرفت فلان میشه. آقا همین آدم من موردا رو داشتم که خودش پسره سهمیه چی بود؟ یکی از دوست پسرای من میشه، سهمیه ارتش بود، سهمیه چی بود، کجای بلغه، یه سهمیه ای بود. من از این سهمیه هایم دوست پیدا کردم. اومدم تغییر شیک شدم فلان شدم. بعد از یه مدت خوشون، حالا میگفتیم کاشتی، خب درو کن حالا، درو کن. خب خوبه دیگه، خوب بود که مثلا من اون موقع خوشحال بودم. میدونی از چرا؟ میدونی چرا خوشحال بودم؟ چون زمانی که ما دانشگاه قبول شدیم، فقط همه کسایی که نمره بالا داشتن و از یعنی همه از قشر، تقریبا میشد گفت 90% از قشر مرفه جامعه بودن. مدرسه مرجان ما که من الان نمیدونم چه مدرسه ای شده، اسمش چی شده، می چقدر قبولی برای پزشکی داد، می چقدر قبولی برای چیز داد. مدرسه مرجان یکی از قرتی ترین مدرسه ها و همه آدمایی بودن که درآمد بالا داشتن، قشرهای مرفه. حالا ما خیلی مرفه هم نبودیم،
ولی ما هم اونجا بر خورده بودیم یه ذره رفته بودیم. من این نسبتا مرفه بودم. بعد از اینکه از زندان میام با بیرون بابام خیلی ثروتمند میشه. قبلا متوسط مرفه بودیم. امیرآباد بود، خیابون خونمون فاطمه بودم، آریا مهر سابق و نمیدونم چی چی از این. حالا میام پیاماتون رو میبینم. اما خب بعد از انقلاب وقتی میرفتی سال اول دانشگاه میدیدی که یخ بابا، دانشگاه پر شده از تمام این آدمای مختلف قشرایی که از فلان روستا، از فلان چیز، از فلان استان، از اینا. خب دیگه جامعه بافتش تغییر کرد. من اصلا جمعه خوشحال بودم که قشر پایین جامعه کشیده شد بالا. قشر پایین جامعه کشیده شد بالا. از این جنب خوشحال بودم. زنان خیلی خیلی بیشتر. مامان من قبل از انقلاب چادری بود. اینو بگم. چادری بود. اگه انقلاب نمیشد چادری میموند. انقلاب که شد روسری یه کمبینیشنی شد، خیلی جالب بود. عکس یعنی بعد از انقلاب تمام فامیل ما که چادری بودن و من اونجا روسریم اومده بودم بردارم توی چیزی که با یه کتک مفصلم خورده بودم به عنوان کسی که اون موقع ها سب کنید یه دونه چیز بیارم. اویا نیفتم زمین. فامیلای ما همه رو سری شدن، مانتو رو سری شدن. من گفتم اه چه جالب شد، همه چادریا به خاطر این که جامعه تغییر. ببین اون قرتبازی و تمام، مثلا خانواده شوهر من، شوهر اولم، هیچ که همشون غربی بودن. خانواده ما اون فرهنگ غربیه. چه دارن بافت خانواده ما سنتی بعدا یه ذره سنتی و مدرن شد، سنتی مدرن شد، ولی خانواده شوهرم اینا، شوهر اولم، اونا همشون مشروب خور مانده مایو تو خانواده ما کسی مایو پایو فلان اینا نمی پوشید. اصلا قبل از انقلاب بافت خانواده ما مذهبی بود. قشرای خیلی کمی بودن که همشون اونایی که شاه دوست بودن یا مثلا فرض کن یا خیلی ثروتمندای نمیدونم قشر بهایی ها نمیدونم مثلا کسایی که دیگه نمیتونم دیگه تحلیل جامعه شناسانه ندارم. ولی انقلاب چی رو باعث شد؟ باعث شد افرادی از قشر سنتی جامعه با بافت مذهبیشون بتونن حضور بیشتر پیدا کنن، اونم چادر بذارن کنار. گذاشتن چادر همانا فعالیت اجتماعیشون بیشتر شدن همانا. مامان من رفت رانندگی یاد گرفت و نمیدونم روسریم یه ذره اینجوری رفت و نمیدونم چادری ها رو مسخره میکرد. منی که از زندان اومدم بیرون چادری شده بودم، بابای من اومد اعتراض کرد که چی چادر سر کردی؟ بابا خودتون چادری بودید، همتون 5-6 سال پیش قبل از انقلاب همتون جمعه چادری بودن. شد تنها کسی که مون چادری نموند، چادری تو فامیل ما نموند، چادری مونده بود، مامان بزرگ من بود. اونم مامان بزرگ چی؟
مامان بزرگه، مامان بابا ما، مامان مامانم هم روسری شد. از زندان که اومدم بیرون، تنها کسی که تو وامیرمون چادری بود من بودم. مثل قبل از انقلاب که تنها کسی که اومد رو سرشو برداشت و بیهجاب شد من بودم. برای همین انقلاب اون زمان خیلی کمک کرد به رشد زنان. حالا این حکومت یه طرف، ولی جامعه، وقتی جامعه رو نگاه میکنه میبینه خیلی تغییر کرد. حالا من کاری ندارم به اینکه این حکومت میره میمونه، کی میاد، قدرتش رو ندارم که حکومت جدید رو ما تعیین کنیم، قدرتش رو نداریم، ولی مردم به شدت تغییر میکنن، به شدت تغییر میکنن. و اینو این خوبه. به نفع جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی آره یه سری جاهاش اصلا اسلام و این بافت خوب خیلی فایده های ایجاد کرد دیگه، مردم تغییر کردن. شما از کجا میتونستی زنهایی رو پیدا کنی که مهریشون رو به اجرا بذارن؟ بعد مقابل مردا وایستن، بعد از یه مدتی هم طلاق بگیرن، بعدم دیگه ازدواج نکنن، با همون پول مهریه هم هر کاری دوست دارم بکنم. خب من باعث شدم نکه. ولی همین جمهوری اسلامی هم تغییر میکنه و مردم از این مرحله هم میگذره. مردم از این مرحله هم میگذره. همین آدمی که مهریه رو به اجرا گذاشت اومد اربعین هم درست کرد دیگه، اومد فلان، بعد از این مدتی میگه بابا اصلا برای چی من باید مهریه بگیرم؟ برای چی؟ برای چی باید من اصلا اعتقادی داشته باشم؟ این همه نوکیشان، این همه کسایی که اصلا مثلا نوکیشان کی هستن؟ کسایی که مسیحی شدن تو ایران، انقدر کسایی هستن مسیحی شدن دیگه دولت نتونست جلوشو بگیره که اول مرتد اومد مثلا چیکار کنه، بیاد بگه که زنایی که با مرد دیگه ارتباط داشته باشن میکشین، چند تا از زنا رو سنگسار کردن فلان کرد. بعدا دیدن که اگه بخوان همه رو سنگسار کنن باید همه رو سنگسار کنن، فهمیدن نمیشه، زنام دیگه دوست پسر بگیر و فلان بگیر عادی شده، عادی شده. فکر میکنی اینا رژیم نمیدونه؟ اول اومدن مشروب رو ممنوع کنن، کسی که یه گرم تریاک داشت اعدام میشد، یک گرم اومدن اعدام کنن. الان دو ایران پره تریاک، مثلا همه باید اصلا تریاک باید آزاد بشه،
تریاک باید آزاد بشه. کمپ ممپ چیه؟ همونطوری که اول داشت اعدام میکرد، بعدم فهمید که نه بابا الان تریاک همه جا، سر کوچه ها، هر سر کوچه قشنگ به راحتی. فکر میکنی رژیم اینا رو نمیدونه؟ میدونه. مشروب دایی من اومده بود اینجا، یه دونه اونو خوردم، یه دونه اونو خوردم بس. بچه هایی که تو انگلیس بودن، تو آلمان بودن، دوستای من فکر کرده بودن تو ایران مشروب، مثلا به دایی مثلا مشروب پیشم. بابا چی میگی؟ خود رئیس کلانتری برامون مشروب رو میاره. چی میگید؟ فکر میکنی اینا رو نمیدونم؟ قشنگ میدونم، قشنگ میدونم. ولی چی؟ آگن تو دروکه، چشم تو ببن. بعدا دیدن نه، مشروب همه جا پر شد، بیزینس سکس همه جا، همه جا. الان قشنگ دیگه شد شرعی. یه قبل تو مبل تو بگو، یه قبل تو مبل تو بگو، تمام شد. و اینا رو کی یاد داد؟ آفرین 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 به تو، آفرین آفرین به این جمهوری اسلامی دیگه یاد. از این شما یه زن و شوهر پیدا کنید در اطرافتون، یه زن و شوهر پیدا کنید بر آمار بگیرید، ببینید که تو فامیلتون چند نفر صیغه نشدن. ما تو همین گروهمون کلی صیغه ای داریم، تو همین کل گروهمون. حالا الان مد شده همون صیغه رو، وقتی میرن به جایی مزیر سوال میگیرن میگن صیغه ایم، این بر تو گروه میگن دوست پسرمه، پارتنرمه. قبل از انقلاب تو باید تا آخر عمرت با یکی میموندی. ما صمیمانه از جمهوری اسلامی تشکر میکنیم، صمیمانه تشکر میکنیم که انقدر. حالا به زودی تریاک هم آزاد خواهد شد، مشروب که آزاد همه میخورن خب، ولی دیگه اینم علنی میشه خب. روابط آزادی که الان همه چی مخفیانه هست، اینم علنی میشه. فقط همین تیکش مونده، همین تیکش مونده، همین تیکاش مونده، همین لایه های رو مونده. لایه های رو مونده. قبلا ما اگر یه کلمه اصلا همجنسگرا اونقدر که الان تو ایران همجنسگرا هست اینجا نیست. من تو روابط خودم دارم میگم، تو روابط خودم من یادم یه پسره بود، یه بار روحام بود چیچی بود، اون اومده بود، یه یکی. این همه آدمایی که من باشون ارتباط داشتم نه، تو ایران تو همین گروهمون تو روابطمون کلی. پس همین لایه ها شکسته بشه، همه چی آزاد بشه.
یکی از چیزهایی که من که کلا با مرگ، شعار مرگ موافق نیستم، خب ولی این اتفاق بایستی توی ایران میافتاد، حداقل شعارش. تویی که اعدام رو قبول داری، خب یه مرگم بشنو. من خودم اینو نمیگم هیچ وقت، من نمیگم، ولی اون باید نشنوه. کسی که به خاطر اینکه یه اهانت برای یه دونه روزنامه شده، یه دونه فلان شده، یه دونه به پیغمبرمون یا به فلان اهانت شده، باید به جایی بشه بشن که انقدر که سلمان رشدی رو اومدن ترور بکنه. بابا بذار بشنون اصلا، ببین کتابش چیه، کتابش چیه. همینها باعث میشه مردم توی جامعه، من میگم اینو فکر کنه، آقا اصلا یک آیات شیطانی آورده، یک آیات خدایی آورده، این میتونه؟ یه کسی اصلا نمیخواد دین تو قبول کنه. اینا اول باید تو بنیان خانواده ها چه بشه. بابا من اصلا نمیخوام، من اعتقادم تو خانواده ها باید این صحبت ها بشه. و این جریانات باعث شده این اتفاقات بیفته. و من الان ببین، الان اینقدر کسا فلان کس حمایت کرد، فلان کس حمایت، اونا حمایت کردن، خیلی خوبه، خیلی خوبه، بذار این هشتگ اصلا بره، برسه به 300 میلیون، اصلا به کل جمع میلیارد برسه. ولی اون چیزی که در خانواده ها باید صحبت بشه، توی روابط صحبت بشه، اون بنیان اعتقاداته. یه کسی اصلا بگه حجاب از کجا اومده؟ این محرمیت از کجا اومده؟ این حسین حسین از کجا اومده؟ اینا رو سوال کنن، این سوالات خیلی خوبه. و جمهوری اسلامی خدمت بزرگی که کرد، اون بنیان اساسی که توی رژیم شاه هم بود، اون بنیان اعتقاد رو آورد رو، آورد که رو مردم دیدن. مهریه رو ببین، صیغه رو ببین، زمان شاه اصلا صیغه فوش بود، صیغه زمان شاه فوش بود، طلاق فوش بود، زن مطلقه. حالا صیغه عادی خوبه دیگه، خیلی خوبه. همین خوب باشه، مرحله دیگه‌ش هم میاد. برید تو خانواده‌هاتون ببینید چند نفر اصلا طلاق نگرفتن، چند نفر ازدواج، یه زن و شوهر از اول موندن با هم. خاله های من 60-70 ساله اون موقع بلند شدن گفتن انقلاب رو از خودمون شروع میکنم. کی بابا تحمل کردیم، هی شوهر رو تحمل کردیم، میخوام بلندشم برای برم خودم کار کنم، میخوام برم اصلا یه سب تا حالا مهاجرت ها میان چقدر کمک کرد. حالا مهاجرت کردم، بعد برگشتم به ایران، بود خاله من با پوز و پسان به شوهرم گفته بود که برو هر کاری میخوای بکنی بکن. ما رفتیم تو آمریکا، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. دیگه مجبور میشه از خودشون بپرسن این اسلامه که اجازه میده که شوهرت، چقدر از شوهرها اجازه ندادن زناشون رو ممنول خروج کردن. طرف مهندس فلان اومد تا باش زنش اختلاف پیدا کرد، از قدرتش استفاده کرد، من زنم رو ممنول خروج میکنم. بفرما دیگه، ببین دیگه، این اسلام، این اسلام. زنم میاد یه کار دیگه میکنه،
بعد تازه میفهمه که آها اینا از کجاست؟ همان حسینی که شما دارید هی سینه‌شو میزنید حسین 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 میکنید، با چند تا زنش رفته بود چیز، با چند تا زنش رفته بود صحرای کربلا. خب بپذیر دیگه، بپذیر بپذیر. ابوالفضل از زن دیگه حضرت ابوالفضل، ابوالفضل میکنی از زن دیگه حضرت چه بود، حضرت علی بود. خب بپذیر دیگه، بپذیر. جمهوری اسلامی آورد رو، خیلی خدمت بزرگی کرد. نون دزد کوچیکو گرفتن دستشو بریدن، دزدو ببینی بعد دکل با دکل نفی جا دزدیده میشه، مصلحت نظام میشه. رقم های نجومی درآمد ها حریم خصوصی میشه. خب دیگه نمیشه اینوری یا اونوری. برای همین یه لایه دیگه هم باید بیاد، یه لایه دیگه تو این جامعه باید بیاد. خیلی زوده منو بپذیرید، خیلی زوده. باید همتون ضد من باشید. شما فکر کردید الان مثلا میان چیزه بیت هنوز در حدی که برید رو سریتون رو اینجوری بردارید، رو سریتون رو بردارید. آفرین، ما میگیم آفرین، باز یه قدم رفتید. اعلام بکنید اعلام بکنید تمام روابط های خودتون، روابط های آزادتون به خانواده هاتون، به پدر و مادرتون روابطاتون رو بگید. حساب های بانکی خودتون و کارهاتون و شغلاتون و همه اینها رو بریزید، بریزید دیگه. بگو ماما بابا من میخوام مال تو رو ببینم، میخوام ببینم. من نمیتونستم، من شخصا نتونستم در رابطه با پدر و مادرم این کار رو بکنم. از کجا آوردی؟ نتونستم. خیلی از چیزای پدر و مادرم اصلا اون موقع یکی از دلایل مهمی که منو ترد کردن رازنداریشون بود، بحث رازنداری من بود. شروع کنید بعد خیلی چیزا متوجه میشید. برای همین ما ناظریم، فعلا ناظریم. ما از یه سری چیزا خوشحال میشیم، از یه سری حرکت ها خوشحال میشیم، از یه سری مسائل. اینم سیب ما، یه سیب دیگه با کافه بخورم یه تیکشو. تا صبحانه بعد، تا لایو بعد.